امروز اومدیم یکم شنا کنیم. اینجا دریاچه آلت وارمبوشنازی در شهر هانوفر هستش، یکی از بزرگترین و بهترین دریاچه هاست. با من همراه باشید، بعد از شنا میریم دور دریاچه رو هم میگردیم ببینیم چه جوریه. اگرم بیننده برنامه کانال من هستید میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید تا بیشتر با هم همراه باشیم. خب این دوستم هم داره از زور میاد، زودتر از من رسیده، یکم شنا کرده با این لباسه تباسیش. چطوری بسر خوبی؟ امسال این اولین باریه که میایم شنا. امروز با اینکه یکم هوا ابریه ولی فوق العاده است، آب گرمه، هوا خوبه، عالی. فکر میکنی یکی از اینا به کارت بیاد؟ بنده دیرم شد اگه زیرام رفت خودت بگی. بچه جالبه که من با این نمیتونم شنا کنم. حتی قادت هم باید با دو تا پا ماشه داره، با یه پا هم بد نیست. اوی بوی دو سال پیش به لطف یکی از دوستانم توی یکی از دریاچه‌های هانوفر من شنا یاد گرفتم. میتونستم روی آب بمونم ولی خب خیلی کم، خیلی زود خسته میشدم، دست و پاهای بیمورد میزدم و خودم رو هلاک میکردم. ولی این دوستم شناگر خیلی ماهریه، تو برلین زندگی میکنه. امیدوارم که به زودی بتونم ببینمش و یه بار دیگه با هم دیگه شنا کنیم. خاطرات خیلی خیلی خوبی رو باهاش دارم. یکی از بهترین خوبی‌های شهر هانوفر همین طبیعت بسیار زیبا و متنوعشه. از هر طرف که بری با فاصله 20 دقیقه خیلی راحت، حتی 10 دقیقه پیاده روی میتونی به رودخونه یا به دریاچه برسی. این دریاچه هم که امروز من اومدم یکی از بهترین دریاچه های هانوفر هستش، خیلی مناسب هست برای شنا. الان اینجا رو ببینید، عمق خیلی کمی داره، اینجا میتونی تو همین امتداد برای خودت حتی توی آب راه بری اگه حتی نخوای شنا کنی، یا اینکه میتونی بری وسط دریاچه و تو قسمت‌های عمیق شنا کنی. حالا یکم پیاده روی می‌کنیم توی آب ولی بعدش دوباره میریم وسط دریاچه و شنا می‌کنیم. اینجا کم کم داره عمق آب بیشتر میشه، ببینی آب تو سینه من هستش. با اینکه امروز هوا ابریه، اون روبرو خط ساحلی رو میبینید پر از آدمه، همه اومدن امروز شنا کنن و از شاید آخرین روزهای تابستان و گرمای آلمان لذت ببرن. باشه الان میام. داوود من اگه غرق بشم اینجوری غرق بشم. با این لباس حتی علکه نمیشه رم زیرا.
اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، مرسی. اگه هم دوست داشتید لایک نکنید. نه، دیسلایک کنید. پس شاید دوست نداشتید. خب، اگه دوست نداشتن باید دیسلایک کنن. اوه آره، بهتر از اینه که هیچ کاری نکنید. با اینکه هوا یه مقدار ابری بود و یکم باد می اومد، گفتیم شاید یه خورده سرد باشه، ولی واقعا آب گرم عالیه. ببین الان این ور دریاچه هیچ کس نیست، واقعا مثل یه ساحل اختصاصی میمونه. ماسم داره بجن و علف نداره، عالی. دلم واسه ماسه تنگ شده بود واقعا. ببینم بزنم بیارم. فکر کنه توی ماسا طلا پیدا بشه. آره، دوتا تیکه طلا پیدا میشه، یکیش توی یکیش هم من. نه ولی طلا جواهرات ملت گفته ده این تو، مثلا گردنبندی، انگشتری، چیزی. بریم و گوه رو سوار شیم. میریم گو. آدم بیاد این همه رو بره سوار و گو بشه. چقدر بزرگه. خیلی بزرگه گوه. 5-6 نفر میشه شستن.
دو سال پیش تقریبا تمام آخر هفته ها رو میومدیم بیرون، قشنگ برای خودمون یه خوراکی برمی‌داشتیم، میومدیم همه چی مرتب با دو چرخه میومدیم شنا می‌کردیم. منی که زیاد شنا بلد نبودم، به جایی رسیده بودیم از بس که تمرین می‌کردیم، به جایی رسیده بودیم که یه بار اومدیم همینجوری شنا کردیم دور تا دور اینجوری. خیلی زیاده، نمیدونم بیشتر از شاید 2-3 کیلومتر باشه، برای من زیاد بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی حال داد، بعد از مدت ها اومدیم یه شنایی کردیم، یه خورده خسته شدم باید تمرین کنم دوباره، ولی خیلی لذت بخش بود. خب اینم از شنای امروزمون، میریم دور دریاچه رو با هم دیگه میگردیم. اینا چیه؟ تمشکه؟ اینا همه تمشکه. بله خیلی باحاله. بذار یه دونه شما من بچینم فقط واسه مزه. به به. مورچه‌های رو تمشک هم خوشمزه. مورچه خوردی واقعا؟ آره.
Thank you.
Thank you.
دور دریاچه چند کیلومتره به نظره؟ تقریبا 6 خورده کیلومتر. ما الان تقریبا نزدیک 40-50 دقیقه است این راه. اینجا یادمه یه درخت بودش که ریشه خیلی بزرگی داشت، از خاک در اومده بود. بریم یه نگاه بندازیم ببینیم بازم هست یا نه. آره فقط ریشه‌اش مونده. این قسمت دریاچه کسی که میخوان کاملا لخت بشن و آزاد شنا کنن میان اینجا. بریم اونجا لابلای درخت ها این هوری پریه رو میبینی.
خب بچه ها ما رسیدیم به همون جای اولی که شنا کردیم. یه دور دور دریاچه زدیم، حدوداً یه ساعت طول کشید، شاید یه ذره بیشتر، ولی روز خیلی خوبی بود. امیدوارم که شما هم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خب اینم از ویدیوی امروز، تا یه ویدیو دیگه.